رابطه با زمان پسات و پروسیمو صحبت میکنیم دوستان. پسات و پروسیمو در واقع همون زمان معادل زمان ماضی نقلی هست در زبان فارسی، و زمان ماضی نقلی در واقع زمانی هست که اشاره میکنه به کارهایی که ما در گذشته انجام دادیم و در واقع کامل شده. یعنی ما میخوایم بگیم که من فلان کار رو تا به حال انجام داده ام، و در واقع به لحاظ اینکه معادل چه زمانی باشه در فارسی میشه گفت معادل در واقع همون زمان ماضی نقلی هست. مثل اینکه مثلا ما در فارسی میگیم من مثلا به شیراز مسافرت کرده ام، یا مثلا من 2 سال در اهواز زندگی کرده ام، شما بارها مثلا به اروپا مسافرت کرده اید. به این صورت دوستان، این در واقع زمان ماضی نقلی یا همون حال کامل هست که ما در زبان فارسی استفاده میکنیم. اما در زبان ایتالیایی خواهش میکنم دوستان دقت بفرمایید، چون ساختن زمان پسات و پروسیمو در واقع 2 بخش داره و در واقع به این صورت است که اما برای ساختن این زمان دوستان به چه صورت باید اقدام کنیم. دقت بفرمایید، این زمان در واقع فعل ها در این زمان 2 قسمت دارن. قسمت اول فعل اوره به معنی داشتن، یا فعل اسره به معنی بودن هست، یعنی در واقع این فعل ها صرف میشن. و قسمت دوم در واقع یک شکلی از فعل ها هست که ما بهش میگیم در واقع شکل پارتیسیپل، یا شکل در واقع در فارسی میگیم صفت مفعولی. صفت مفعولی رو اول باید بگیم چطور میسازیم از فعل ها. یعنی در واقع فعل اصلیمون مثلا صحبت کردن، رفتن، آمدن، هر فعلی که باشه باید به صورت صفت مفعولی در بیاد و بعد از اون آوره یا اسره قرار بگیره. به این صورت خب یک مثال اگه بخوام سریع بزنم که همین ابتدای کار یه ساختار کلی تو ذهنتون باشه دوستان، اینه که مثلا من میخوام بگم مثلا من ایتالیایی یاد گرفته ام، ها من ایتالیایی را یاد گرفته ام. خب فعل یاد گرفتن میشه ایمپاراره. ایمپاراره، ولی خب اول پارتیسیپلش رو من باید بدونم چیه، میشه ایمپاراتو. یعنی ایمپاراره پارتیسیپلش میشه ایمپاراتو. خب حالا من وقتی که میخوام بگم من ایتالیایی یاد گرفتم، اول باید بیام فعل آوره رو برای شخص صرف کنم. خب چون شخص من هست، یعنی یو هست، باید بگم یو او، یو او به این صورت، یا همون او، چون آوره میشه او دیگه برای من دارم در واقع. خب یو او چی؟ ایمپاراتو ایتالیانو. یو او ایمپاراتو، این ببینید فعل او فعل اوره اول صرف شد، بعدش هم پارتیسیپلش اومد یا همون صفت مفعولیش اومد، و این دوتا با هم زمان پساتو پروسیمو رو میسازن که در واقع همون زمان ماضی نقلی و میشه من یاد گرفته ام. خب اما چطور این پارتیسیپل رو بسازیم برای فعل های مختلف؟ الان ما فعلا میخوایم راجع به این مسئله بحث کنیم. خب ببینید دوستان، برای افعال با قاعده که در واقع داشتیم، برای افعال با قاعده، اگر همونطور که مشاهده فرمایید دوستان در تصویر 3 تا گروه رو میبینید. گروه اول فعلایی که به آره ختم میشن، مثل پارلاره، مثل همین فعل ایمپاراره و خیلی فعلهای دیگه. در این صورت فقط کافیه آره تبدیل به آتو بشه، آره میشه آتو، مثل ایمپاراره مثلا که میشه ایمپاراتو و غیره. دوستان ویدیویی که دیدید نمونه ای هست از پکیج کامل ما. شما عزیزان از هر جای دنیا که هستید، فرق نمیکنه از داخل یا خارج از کشور، میتونید با ما در تماس باشید دوستان عزیز، و از طریق تلگرام و اینستاگرام که میتونید مشاهده کنید در تصویر با ما در تماس باشید، نمونه کارهای ما رو ببینید در پیجای ما و در پیج در واقع اینستاگرام ما یا در تلگرام ما، و پکیج کامل ما رو دریافت کنید دوستان. ویژگی اصلی پکیج های ما دوستان سادگی بیان و آموزش مطالب از 0 تا پیشرفته است، و مطمئن باشید دوستان با این پکیج میتونید سریعتر و راحتتر از هر کلاسی به هدفتون برسید.